چالش جدید علیرضا زاکانی در خیابان بهشت. بار دیگر هدف انتقاد قرار گرفته و قرار است در شورای شهر از او سوال کند. این بار مسئله اتوبوس‌های برقی و تاکسی‌های برقی است. اتوبوس‌های برقی خریده شده از چین در مورد مقرر به ایران نرسیده. آخرین وضعیت واردات در واقع اتوبوس‌های برقی و بحث برقی‌سازی در واقع مرحله‌ای قرار گرفته. بخشش الان داخل گمرک. گمرک ایران اما گفته هیچ محموله خودروهای برقی از طرف شهرداری تهران در روزهای اخیر به گمرک شهید رجایی نرسیده. این موضوعی هم که گمرک اعلام کرده و 10 دستکش از این اتوبوس‌ها وارد گمرک شده مال شهرداری تهرانه و ما غیر از شهرداری تهران دستگاه دیگری نداریم که اتوبوس برقی وارد کرده باشه. این که به نام شهرداری تهران نیست حتما همینطوره. شما با بانک شهر و شرکت صنایع معدن وابسته به بانک شهر قرارداد بستیم و این شرکت وابسته به بانک شهر داره کارهای گمرکی و واردات رو انجام میده. این توضیحات اما اعضای شورای شهر را قانع نکرده. ببین تو ارفای عمومی چرا شورای شهر باید اون تجلی بشه جلوه بکنه؟ اگر که واقعا دوستان روابط عمومی ما، دوستان روابط عمومی شهرداری ما اگر در تهران هستن، چون عمدتا دنبال شکستن رکورد مارکوپولو هستن، سفر هستن، اما اگر احیانا در تهران هستن یک گزارش جامعی که این بارنامه در این تاریخ از چین وارد شده، تعداد اتوبوس اینقدر بوده در اونجا هست، اصلا چرا ما کتک بخوریم؟ اصلا به ما چه چیزی داشته که بیانیه علیه سخنگوی شورای شهر بودن که آقا همچین اطلاعاتی واقعیت نداره؟ ما همه چیمون شفاف، شفاف شفاف. علیرضا زاکانی گفته بود همه چیز شفاف است، اما فعلا سرنوشت این اتوبوس ها مشخص نیست. پیش از این یاشار سلطانی روزنامه‌نگار جزئیاتی از قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی را منتشر کرده بود. قراردادی که با شرکت پولی چانگ دا اوورسیز انجینیرینگ بسته شده. سایت ها نشان می‌دهد تخصصش پروژه‌های عمرانی است. به گفته یاشار سلطانی این شرکت تخصصی در زمینه خودروهای برقی ندارد. بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی منتشر کرده، مبلغ قرارداد 1,670,000,000 یورو است و این مبلغ برای واردات 2500 دستگاه اتوبوس، 10000 ون و 27500 تاکسی برقی است. الان در شهر تهران شما خودرو برقی رو می‌بینید و تا عید یک انقلابی در حوزه حمل و نقل عمومی خواهد شد. مسئله اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و خودروهای برقی از موضوعاتی بود که علیرضا زاکانی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برای آن مانور زیادی داد. حالا شاید همین موضوع به یکی از چالش‌های ماندنش در شهرداری تبدیل شود. البته مشکلات دیگری هم سر راهش است. ضمن ارائه فهرستی از مرخصی‌ها و سفرهای خارجی خود با تاریخ دقیق و در سفرهای خارجی تاریخ دقیق رفت و برگشت و کشورهای مقصد سفر، لطفاً مستندات قانونی به منظور اخذ مجوز در خصوص هر یک از مرخصی‌ها و سفرها را در پیوست این تذکر با قید فوریت ارسال بفرمایید. شهرداری تهران با تغییر و تحولات دولت و با روی کار آمدن دولت جدید با مسائلی داره مواجه میشه. یعنی شاید اون شرایط گذشته برای آقای دکتر زاکانی و همراهانش و دوستانش فراهم نباشه. اگه کسی ریشه داشت، اگه کسی ریشش مردم بودن و متن جامعه پیوستگی داشت، هیچ وقت خوش نمیشه، هیچ باد و تیفونم او رو جا به جا. علیرضا زاکانی پیش از این بارها از طرف شورای شهر مورد انتقاد قرار گرفته و عده‌ای از اعضا خواستار استعفای او شده بودند. معلوم نیست این بار مسئله اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی این هدف بعضی از اعضای شورای شهر را برآورده می‌کند یا نه. فرین عاصمی، BBC.